امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. قسم میخورم که دروغ نمیگم. باشه یه کوچولو دروغ گفتم، ولی گوش کن، من یک تهیه کنندم، خب کارم اینه، ولی قول میدم تا وقتی بتونم پولتو تمام و کمال فرانک پیرس به مبلغ 5 میلیون دلار میشده بود. 5 میلیون دلار گیرش میاد، حتی یه سکانس هم بازی نکرد بعد 5 میلیون دلار گیرش میاد. خب باشه بعدش اونقدر خرخرات و فشان بیدم. من احمق نیستم، میدونم یه مشکلاتی داری. نداری رئیس بازی داری. ببینم اصلا چرا با هم نمیاد سر صحنه. پیرس قراره بیاد، قراره حسابی بذاره. ببخشید آقای پیرس، من والتر کریسونم. تنها کاری که ازت برمی اومد این بود که یه چک بیمه بکشی. یه فیلم نامه دارم. منظورت از کلاهبرداری چیه؟ ولی باید جوری نشون بدیم که انگار داریم فیلم می‌بینیم. همینه دیگه. باشه باشه. آره ما توی دردسر افتادیم. همیشه توی دردسر. بذار حدس بزنم. پول لازم. من پیدا کردن یه ستاره. خود بدل کاریاشو انجام بده. شما دوک مونتانا هستی؟ آره بابا خودشه. دوک مونتانا داری چی کار میکنی؟ رازی روزنم. رالت روسی. مونتانا با چکمه ای در پا از این دنیا رفت. میدونم اگه زنده بودی میبادی. کجاست؟ دوک؟ او خدای من تو زنده ای؟ تو واسه این نقش بی نظیری. هیچ کس به ذهنم نمیرسه. قدم دوم انتخاب یه کارگردان. اما دوک استخدامش خیلی دار میشیم. پول دار میشیم. حرکت. دوک نمیشناسی لامصب هفت جون داره یاده به خط با گوگندگی و میسم نیکنام هناب روی پول داریم واقعا کچنده سب کنه که مردون است. منظورم اینه که واقعا تبریک میکنم و قدم سوم قتل کردم. توی یه صحنه بدلکاری میکشیمش. کوبات رودساز من بود مردان 6 متر زیر خاک بودن. محسن زرابادی پور رسید باله بازگشت. $1 میلیون سرمایشی میریزه پای فیلمی که من معتقدم روند خلاقیت تو از بین میبره. آخه تو چه جور آدمی هستی؟ تهیه کنندم بهتر از اینم میشه توصیف کرد. محسن سرشار میلاد اندلیبی کسب و کار شده. تو دیوونه چیزی هستی؟ Reminds me of the spa back at the hotel. Really? Not at all. Okay, let's blast this mother. Let's go do what we do and blow some things up. Take them to my torture chambers. What? You have separate torture chambers? He asked for me. He needs me. So we're gonna do this my way. That means no killing, no guns, and no blood. We are hiding in Italia. Cause some people want us dead. Jesus Christ! When you push me by the boobs, I could hear the little boy inside of you. Mommy, please don't die! I don't think that's what I was screaming. We go. What have you done? Yeah, a little bit too fresh. I specifically said no killing. امیدوارم روزتون خوب نباشه. عالی پرتغالی باشه. همه به خبر رو زمین. اوه عجب دوشنبه یه جو مگه نه؟ آی گفتی یا میدونم. هی داداش میگن تو عرفی کردی که چیزایی بیشتری هم شاد باشه. بیشتر از چی؟ کارایی که روز به روز انجام میدی.
سوراخ سوراخ شدن، از رومون رد شدن و گروگان گرفتن ما. همه به تمرکز روی زمین. امروز قرار متفاوت باشه. سلام یارو، ای که تو نیستی. بنده خدا خسته شد. تیکه تیکش کردی نه؟ خیلی خوابالوه. نمیخوام آدم خوبه باشه، میخوام عالی پرتغالی باشه. من ددپولم. خیلی خوفناکه. وقتی میگن مواد بزنی میری فضا، منظورشون همینه. جون بابا. واو، به پروالا. تو جیبت یه گلک داری؟ نه. چی؟ دو تاشو دارم. یارو، این دنیا یه بازی کامپیوتری. نه، ببخشید خدایا، معذرت میخوام. و خب، حالا واسه چی اینجایی؟ یه افسانه که درباره یه درخت در جنگل‌های آمازونه، درختی که هر بیماری رو درمان میکنه و میتونه دنیا رو تغییر بده، ولی اگه دست آدم‌های بد بیفته، شیطان خبیث رو بیدار میکنه. یه کار بی خطر انجام بدیم، بریم چند تا فیل ببینیم. آمازون که فیل نداره و من از فیلا خوشم نمیاد. همه از فیلا خوششون میاد. معتقدم افسانه ها واقعیت که نیستن و من پیداش که میکنم و حتی نمیتونی فکرشو کنی چند زندگی نجات پیدا میکنه. مال چیزی میگردی که نمیشه پیداش کرد، ولی کلید رو نداشتی. زود درباره این جنگل بدون، هر چیزی که میبینی میخواد بکشتت و میتونه. هیچ کس به اندازه من دنبال اون درخت نبوده. همه ی جنگل رو زیر رو کردم، جزیره ها، روسته ها، هیچی. مراقب باش، اینا میتونن بوی ترس رو حس کنن. من که نترسیدم. نمازه تو خدای من، چطوری زیر دریایی رو آورده تو رودخونه؟ اتاق